در دل مانده ای رویای شیرین، ای آرزوی روزهای خوب دیرین. ما بیقراری، چشم انتظاری، ما تا در رکاب یار دست از جان بشویی، یا نائبش فرمان دهد لب بگویی. تا در رکاب یار دست از جان بشویی، خدا رو شد توفیق شد از آج خانم عزیز. اومدیم تو این نقطه، من بشارت میدم به شما و تبریک میگم، هم به خاطر به هر حال این روحیه و این استقامت شما. خب شاید خیلی ها ندونن شما خواهر شهید هستید، همسر رزمنده هستید، مادر شهید مدافع حرم هستید و خواهر شهید مدافع حرم. البته سلامت باشید. حالا تو آستانه شهادت از زینب سلام الله علیها، من به نظرم میرسه که این اتفاقی که الان شما تشریف آوردید، خودتون روایت کردید شهادت آقا مسعود و رفقای آقا مسعود رو، من خودم برام درس حقیقتا. یعنی شاید مثلا بعضی از مردم بگن آقا اینا رو نکنید، این کارو نبریدشون مثلا سر مقتل بچه‌شون، نه اذیت میشن. ولی چیزی که ما از سال خورده من آرزو داشتم، خدا آرزو همین لحظه رو داشتم. هفته پیش من سه‌شنبه خواستم از آقا زینب، کمتر از یه هفته، یه هفته جواب داد الحمدلله. زیارت عاشورا بودیم، دعوت بودیم زیارت عاشورا، خیلی دلم شکست. مردم گفتن یعنی میشه یه روزی ما با خانواده شهدای مدافع حرم بیایم حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه، کنار مادرای مثلا خانواده شهدا، کنار مادرای شهدا روزه بخونیم. گفتم من که راه نمیدم، من 5 سال خوده یه بار رفتم، چجوری میخوام من برم حرم حضرت زینب رو زیارت کنم؟ از خودشون خواستم، هفته پیش ازشون خواستم، التماسشون کردم، گفتم خودتون میتونی راهش رو پیدا کنی، اگه شما به طلبید هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونه مانع اومدن من بشه. از اول شهادت مسعودم گفته بودم، من گفته بودم بقیه پیکر مسعود اونجا دفن، من باید سر مزار مسعود برم. هفته پیش گفتم بس که این راهی هم نور سوریه راه میفته من برم چه بچه هم. آرزوی اینجا رو داشتم، آرزوشو 5 سال خورده تو دلم بوده، یه هفته ای جواب گرفتم الان. خدا رو سر زار برسر جو، این نزدیکی و پیوستگیه، خیلی خاندان کرم که میگم واقعا، اصلا حرف نداره جواب دادنشون، هر چی خواستم ازشون. من حقیقتا میگم برام درس این نزدیکی، پیوستگی، این همخوانی روحیه شما، این شبیه ترین آدم ها تو دوره ما به حضرت زینب سلام الله علیها همین شما هایی. قطری از دریای حضرت زینب هم نیستم، فقط آرزو میگم خدا یاد قطری از معرفت حضرت زینب. دوست داشتم از مصیبت حضرت زینب یه ذره بکشم، بتونم درکش کنم حضرت زینب، خیلی برام مهم. من قبل از شهادت مسعود تمام روزام با حضرت زینب بودم، میگم گریهاتون واسه امام حسین کنید، ولی من واسه حضرت زینب بیشتر گریه میکنم. حالا برادر من جانباز دفاع مقدس هم هستن، حالا غیر از این که شهید شده دو تای دیگه هم هستن، یکیشون بالای 50% جانبازی داره. توی عاشورا که میشد من برادرم جلوی خودم تصور میکردم، میگفتم این حسین من، من زینب، ببینم چجوری میتونم تحمل کنم علی من سر نداره، چجوری میتونم تحمل کنم ببینم برادر من جلوی من با چه وضعیتی، چجوری زدنش جلوی چشم من به شهادت رسوندنش، اینجوری زجه میزدم و گریه میکردم. وقتی خودم میذاشتم جای حضرت زینب تازه درک میکردم عاشورا یعنی چی، حضرت زینب یعنی چی. مسعود جوان شد، ورق برگشت، من دیگه به علیمون کار نداشتم، مسعود شده بود علی اکبر امام حسین، من میشدم امام حسین. توی روز عاشورا مسعود رو جلوم میخوابوندم، مینشستم بالا سر پیکر مسعود، گفتم اینم امام حسین چی کشید وقتی علی اکبرش، وقتی جوان بزرگ میشه به جوانی میرسه، میگن بهترین لذت واسه پدر مادر اینه که بچه جلوشون راه بره، جوانشون راه بره، فقط پدر مادر نگاش کنن. گفتم حضرت علی اکبر که شبیه ترین فرد به امام حسین، به پیامبر بوده، بالاخره امام حسین پدر بزرگش دوست داشته، به یاد پیامبره، هم پدر بزرگش بوده هم پیامبرش بوده،
بعد حالا بزرگ شده، جوان شده، رشید شده، حالا داره میفرسته تو میدون. اولین نفر میدونه چه بلایی میخوان سر بچهش بیارن. حالا که اومده بالا سر قطعه بچهش، حالا چه حالی داره؟ همیشه مسعودون چون خیلی دوست داشتم. مسعود بعد از اینکه بسیجی شد، یعنی من 3 تا پسر دارم، همشون رو دوست دارم. الان باباش دیشب به محمد مهدی تماس تصویری با هم گرفت. یعنی اصلا داشتم میمردم. انقدر که مثلا دوستشون دارم، یعنی من چند ساعت بود من از محمد مهدی جدا شده بودم. بعد حالا خنده هاشون هم شبیه مسعود هست. بعد گفتم چه جوری مثلا میتونه از بچهش بگذره؟ امام حسین با دست خودش میدونه بچهش الان میخوان تیکه تیکهش کنن، میفرسته. بعد میره بالای اون پیکر میشینه. چه جوری نشسته بالای اون پیکر؟ چه روز عاشورا که میشد بنگ روزه در کنم، مسعودو میخوابوندم جلوی ششم. تو تصور خودم مسعودو میخوابوندم، میشدم امام حسین. گفتم حالا ببینم امام حسین چی کشید اون لحظه. الحمدلله خدا رو شکر میکنم ذره ای از این دریای مصیبت رو چشیدم تا بفهمم هم برادرم مثل حضرت زینب، حالا کو برادر من، کو برادر حضرت زینب، هم یه پسرم، حالا کو پسر من، کو پسرای حضرت زینب که بچه بودن اصلا سلاح به اندازه تنشون نبود و بتونن سلاح بردارن و زره بپوشن. خدا رو شکر میکنم انشالله قطره ای از معرفت حضرت زینب، قطره ای از ایمان حضرت زینب هم خدا به هم بچشونه. این ذره ای از مصیبتش رو چشیدم، بقیهش هم میخوام از خدا، فقط از خدا میخوام تو راه حضرت زینب باشم. همیشه میگم خدا، یا حضرت زینب عالمه غیر معلمه بوده، منم بی سواد، یه ذره از اون علم حضرت زینب، یه ذره اون معرفتش رو، یه ذره اون ولایت مداریش به منم بچشم. فقط از خدا میخوام شبیه حضرت زهرا که عمره نمیتونیم بشیم، حالا بچهش جای دخترش ما هم قبول کنه، یه ذره از دریای معرفتش از خدا برای منم بخواد. شبیه حضرت زهرا که نمیتونیم بشیم، حالا بچهش جای دخترش ما هم قبول کنه، یه ذره از دریای معرفتش از خدا برای منم بخواد. پسرمو دوستش دارم ولی جوونم به دست بی بی میسپارم، بی بی قبول کنه بشه مدافع حرم. مسعود چند متره؟ 40 ولی جبولم به دست بی بی میسپارم، بی بی قبول کنه بشه مدافع حرم. حسین آقا، حسین آقا، حسین آقا.